ساخت گلدان‌ها و پیاده‌روهای سرک مقابل وزارت عدلیه الی افشار دارلمان در مربوطات ناحیه ششم از سوی شاروالی کابل جریان دارد. این سرک که به طول 2186 متر و عرض 45 متر بوده، پیاده‌روهای آن به عرض 3 متر، گلدان‌های وسطی 17 متر، گلدان‌های کناری به عرض 3 متر در حال ساخت و ساز است. مردم ها 40 سال 50 سال در ایران پاکستان کار کرده، از کلش گرفت توش انداختش، از سره دیسی تیرش کرد. راست. وطنش نشد، خاکش نشد. نه، اینجا اگه 100 سال هم کار کنی خاکت هست، وطنت هست. ریزی لایه اول و دوم خطوط این سرک به عرضهای 7 متر اخیراً تکمیل و بروی ترافیک گشوده شده است. این پروژه مطابق زمان معینه 12 ماه وقت داشت، خوشبختانه طی مدت 8 ماه تکمیل خواهد شد. کار نصب چراغ‌های تنویر سرک نیز آغاز می‌شود و خط اندازی روی سرک نیز اجرا می‌گردد. با تکمیل شدن کار این سرک، سهولت‌های متعددی برای عبور و مرور شهروندان به وجود آمده. از جانب دیگر زمینه ی رشد اقتصادی ساحات فراهم می شود. شده فلم برداری گرفته و میدی خلیفه ما یک گروپ هسته بار ولیاز خدا وال ما اگه تو میری بیا گپ میتونی خبر پاپای ما بیار بیا خودت برو گپ دی واسه پاپا پاپا ملنگ یا خلاص میگم شاهزاده بخی باشیم گپ دی چی میگی نه نه مگل ماما سرک
زور شب هر کس خدمت کنه و وطن مازم را بیستم، چی شاروال باشه چی یک فرد دو جامعه باشه. آه بیشک خیر ببینید که خوب چه قواق میشید که سرک خراب بود که خواه از طول تاریخ افغانستان خراب بود آمیه باشه. چه وقت زور بوده این سرک؟ مردم ها 40 سال 50 سال در ایران پاکستان کار کرده از کنش گرفت توش انداختش از سرک دیسی تیرش کرد. راست نشد خاکش نشد نه؟ اینجا اگه 100 سال هم کار کنی خاکت هست وطنت هست. اگر یک بدخشی بیاید در کابل شاید 500 سال اینجا 200 سال 300 نه واسه او کواسه شمیل زندگی کرده میتونم یا یک تخاری یا یک ولایت دیگه باشه، اما اگر از افغانستان برامد از این سرحد تیر شده که او خارجی شد 40 سال 50 سال هم تیر کنه یک روز رخصتش میکنه میگه برو بیادر جا وطنت نیست چی میکنن خواه این خاک شد وطنش از این سعی که اینجا قبرستان از مرده پر هست بالاخره میمور از خاک میشنه. بله اگر شاه جهان هم در کشور خارج باشه بالاخره خارجی گفته استادکایی دفنش میکنه. راست میگه. یک نفر اینطور. راست میگه. اگر در افغانستان باشه، در وطنش باشه، در خاکش باشه با قدر با عزت، اگر یک خدمت کرده باشه در سر قبر جنازه‌ش هم ملا و مولوی و مردم ازش راضی میباشه که خدا ببخشش آدم خوب بود با وطن با خاک با مردم خدمت کرد. آه بسیار خوب. دیگه اگر در کشور مردم هر چقدر بوده باشه یک آدم الهیست. یک روز یک کسا کنم مره. وقت داشته باشه این یاده؟ وقت داریم در آجبه یک چی بود؟ مصاحبه کرد یک قاضی. بله. در لندن بود. خب؟ در لندن بود که از این مصاحبه کرد که چطور هستی؟ خب گفت اینه تر آمده در هتل هستیم. گفت حال کار باری گپا از رادیوی بی بی سی بود. گفت ولی بر ما سه کار پیشنهاد کرده. سه کار گفت بر ما پیشنهاد کرده. یکیش کار در فرم بانجان رومی که در بانجان رومی در فارم بانجان رومی کار کرد و دوم دیگهش چیز بود صفاکاری و گارسونی در یک هتل. از این سه کار که فرق کنم شد تو خوش داری او در اینجا قاضی بود بشه. در اونجا که رفت یک چیز الهی اگر در فارم کار میکنی صفاکاری میکنی بسم الله غیر از برو وطنه. راست میگه که در وطن خود اکاق خود باشه بشه. قدر داره، عزت داره، هر چیز داره. اما گزیا برام درد دیگه ایش فیض محمد هستم از ولایت تخار. تخار هم هستی؟ بله آه. یعنی میجا دیگه کار میکنیم جایی که بریم کشور مردم دیگه چرا وطن خود خوب نباشه راحت خو میگردیم. خب کدام جایی رفتی هم یعنی سفر خارجی داشتیم؟ سفر داشتیم دیگه ایران رفتیم تقریبا یک سال لکنیم هیچ افغانی نیست کیران نرفته باشه، شاید بعضی ها زیادتر هم رفته باشه بعضی ها خوب هیچ امکان نداره که یک نفر یک پیره نرفته باشه. او خوب امکان نداره هم دیگه تازه که تغییرات اومد کاروبار نبود رفتیم دیگه تقریبا 11 ماه میشه که اومدیم پس در وطن خود دیگه. بسیار خوب بلو بسیار از دیگه شور نمیخوریم میشه هستیم. Я говорю, что это сайт, хоть, он сейчас вылезал. Стой. Вот, как и в парке, где мы здесь на камаре стоим.